با سلام به شما، به شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید و به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالانگی هستم در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم، چون همیشه در تفسیر خبر در این شماره از برنامه نیز میپردازیم به آخرین رویدادها و اخبار ایران، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه بین المللی، آنچرا که مربوط به ایران و مردم ایران است بررسی خواهیم کرد و در گفتگو با میهمانان برنامه مورد تفسیر قرار میگیره. در آستانه سال روز حقوق بشر در ایران در عرصه نقض حقوق بشر چه می گذرد؟ زندانیان سیاسی همچنان امیدوارند که تلاش‌های جهانی به نجات آنها از بند جمهوری اسلامی، از بند ولایت فقیه منجر شود. در ایران در این عرصه دولت آقای روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، چه اقدامی به عمل آورده است؟ سیاست خارجی ایران بر چه محوری می‌گردد و کشورهای غرب در پی مذاکرات ژنو آیا اعتماد لازم را به جمهوری اسلامی در زمینه اتمی باز یافتند؟ پرسش ها بسیار است. در نیمه نخست برنامه آقای حسن زرهی، روزنامه‌نگار، مدیر و سردبیر نشریه پرتیراژ شهروند در کانادا تورنتو با من و شما هستند. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای حسن زرهی عزیز، نیاز به معرفی بیشتری ندارن. بارها در برنامه تفسیر خبر، چه در دوره پیشین تفسیر خبر در صدای آمریکا و چه در دوره جدید اون در ایران فردا با من و شما بودند. مدیر و سردبیر نشریه پرتیراژ شهروند هستن در کانادا. یک نکته رو فقط من اضافه کنم، این سخن و این گفته رو بسیار شنیدیم که پشت سر هر مرد موفق بانویی هست. در مورد آقای زرهی نیست این صادق هست. سیمین عزیز، نسرین عزیز، همسر ایشون بار اساسی اداره شهروند رو بر دوش دارن، همراهی کردن آقای زرهی رو طی سالها سال که نشریه معتبر شهروند خوانندگان بسیاری در شمال آمریکای شمالی دارن. با سلام به شما آقای زرهی است. بنده هم به شما آقای چلنگی عزیز، به هموطنانم در سراسر جهان که ما را میبینن یا میشنون سلام و تعظیم عرض میکنم و امیدوارم که در خدمتشون بتونیم به مسائلی که مهم هست برای ایران و ایرانیان بپردازیم. من مطمئن هستم شما به تساوی حقوق زنان و مردان اعتقاد کامل دارید. من به خلافش اعتقاد دارم آقای چلنگی، به سهم بیشتر و حق زنان در قیاس با مردان. پس تایید میکنه اون چرا که من درباره همسر گرامی صحبت کردم؟ بله، بنده به اون چه شما بفرمایید تعظیم عرض میکنم. نسرین الماسی هم رئیس همه ماست در اینجا و ما در خدمتشون بودیم. از من و نسرین شما میدونین از دوره دانشجویی، من به شوخی همیشه گفتم من پیش از نسرین و زندگیمو یادم نمیاد. اینه که خب اینه از ویژگی های 30-40 سال با هم زندگی کردنه. خب ببینید آقای زرهی عزیز، الان همه جا صحبت برنامه اتمی ایران هست، اما در مورد مسئله نقض حقوق بشر در ایران که به شکل گسترده همچنان ادامه داره و میدونیم حقوق زنان هر روز مورد تعرض هست به شکلهای مختلف، از زندان و شکنجه گرفته تا اهانت‌های سریع در خطبه‌خوانی‌های نماز جمعه. الان مهدی گورو در زندان هست و بسیار، شبنم مددزاده و بسیار دیگه در زندان‌های تهران، شهرستان‌ها بسیار
اخبار در این مورد کم هست. آیا تحولی برای تأمین و محترم شمردن حقوق زنان در جمهوری اسلامی شما میبینید با روی کار آمدن دولت آقای روحانی؟ شاید بشه گفت که دگرگونی جدی ندیدیم. اگر از آزادی خانم ستوده و یکی دو مورد دیگه بگذاریم، اون چه شاهدش بودیم ادامه همون روند و روشی بوده که در 8 ساله گذشته در دولت احمدی نژاد و به راستی میشود گفت در این نزدیک به 40 سال در جمهوری اسلامی شاهد بودیم. اینه که جمهوری اسلامی اصولا به حقوق انسان احترام قائل نیست. وقتی شما حق پوشش، حق نوشش، حق انتخاب دیدن، شنیدن، خواندن و تماشا کردن نداشته باشین، یعنی از اولیه ترین حقوق انسانی در جهان امروز که غریب به نظر میاد، که عجیب به نظر میاد، که در قیاس با کشورهای حتی کناری ما هم بسیار عقب افتاده تر و اسف انگیزتر است، اینه که جمهوری اسلامی به نظرم به حقوق انسان در مجموع و به حقوق زنان متاسفانه بیش از مردان صدمه زده، احترام نذاشته و فضایی رو ایجاد کرده که فضایی است نه در خور انسان، نه در خور انسان ایرانی و نه در خور انسان امروزی و اینجایی و جهانی. آقای زرعی، دولت کانادا موضع روشنی داشته در مورد نقض حقوق بشر در ایران و در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی بر چه اساسی هست؟ بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی کانادا رو متهم کردن که به هر حال در جهت سیاست های صهیونیست هاست و از این قبیل حرف ها، اما اساس سیاست خارجی کانادا، سیاست کانادا در برابر جمهوری اسلامی چی هست؟ خدمتتون عرض کنم که شما بهتر از من میدونین که بخش بزرگی از اپوزیسیون سالها بود از جهان آزاد میخواست که در رابطه با جمهوری اسلامی مراقبت‌های بیشتری کنه. حتی برخی از گروه‌های مخالف خواهان قطع این رابطه بودند. حالا البته فکر کنم بعد از انتخابات اخیر شاید این میزان پافشاری بر این ماجرا اندکی کمتر شده باشه، ولی در مجموع این بخشی از خاصه اپوزیسیون بود. دولت کانادا و وزارت امور خارجه کانادا در ارتباط با قطع رابطه با جمهوری اسلامی و هنگامی که بعد از اومدن آقای روحانی برخی از ایرانی ها حتی خواهان برقراری مجدد این رابطه شدن، 5 تا شرط یا اصل یا پیشنهاد داشت که اگر اونها مراعات بشه حاضر بار دیگه با جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کنه. به نظر من اصول اصولی هم که به لحاظ پرنسیپی مورد تایید بسیاری از ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی و ایرانی های داخل ایران که خواهانه رعایت حقوق بشر و حقوق انسان هستن است. یکی از این اصلا که اولیش که وزارت امور خارجه ایران در وبسایتش هم هست، اینها به زبانهای فارسی و انگلیسی هر دو، اولین اصلی که وزارت خارجه کانادا مطرح کرد این بود که بتونه گزارشگر ویژه سازمان ملل یک بار دیگه بره ایران و دیدار رو از ایران دیدار داشته باشه، شرایط موجود رو بررسی کنه، کسی هم مانعش یا محدود کنندش برای دیدار با زندانیان یا کسانی که حقوقشون در ایران نقض شده نشه. اصل دومی که وزارت خارجه کانادا برش پافشاری داشت این تصویب به اجرای مفاد کنفرانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی بوده. این جمله هایی که وزارت خارجه کانادا به کار برده و تغییر آمیزی بوده که جمهوری اسلامی علیه شهروندان خودش کار برده. مثال هم زده، وزارت خارجه گفته که حبسای انفرادی و طولانی مدت یکی از این نمونه هاست، گرفتن اعتراف های زیر شکنجه نمونه دیگرش، شلاق زدن یکیشه، سنگسار یکیشه و محرومیت از درمان پزشکی برای زندانی دیگری. سومین خواسته دولت کانادا برای برقراری ارتباط دوباره با ایران یا جمهوری اسلامی بهتره بگم، بررسی اتهامات بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه ها و حصول اطمینان از تعقیب و مجازات کسانی که مرتکب این اعمال میشن. ما نمونهاش داریم، آقای مرتضوی یکیشه. بعد چهارمین اصلی که وزارت خارجه کانادا برش
خیلی پافشاری میکنه. ضمانت آزادی بیان در قانون و در عمل از جمله دسترسی کامل و نامحدود به اینترنت، چیزی که مردم ایران واقعا سالها خواهانشن و همچنان محرومن ازش. در نهایت اون چیزی که وزارت خارجه کانادا برش اصرار داره برای ارتباط دوباره با ایران اینه که رهبران ایران باید قانوناً هر گونه تبعیض بر اساس دین، قومیت و جنسیت را منع و این قانون را در عمل اجرا کنند. از جمله بر حقوق بهائیان پافشاری داره دولت کانادا. خب اینا به نظرم همونطور که ملاحظه فرمودین اصولیه که بسیاری از انسانهایی که به انسان و حقوق انسان حرمت قائلن. ببینید این اصول رو همه کشورهای غربی، همین آمریکا تا انگلستان، فرانسه و بقیه آلمان و همه میدونن. میدونم ولی عمل نکردن. یه زمانی در اونجا عمل کرده کانادا است. اما چرا الان اکثرا ساکت هستن؟ همین عرض من اینه که شاید ما اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور گاه میان اون چه که به حق باید برش پافشاری کرد. همیشه دوستان ما در ایران میگن که آقا ما در محدوده زندگی در جامعه زیر سایه جمهوری اسلامی یک بخش محدودی از خواستهای حقوق بشرانه انسانی آزادیخواهانه و دموکراتیکمون رو میتونیم تقاضا کنیم، ولی شما ایرانیان خارج از کشور از این مشکل و محدودیت برخوردار نیستید. به نظرم این اونچه من خدمتون ارائه کردم بخش بزرگیش حرف همه ماست و باید از کشورهای دیگر غربی هم خواست که علاوه بر مسئله اتمی به مسئله حقوق انسان و به مسئله حقوق ایرانیان، به مسئله اونچه که واقعا ایرانی ها در این بیش از 3 دهه باش دست به گریبان بودن و یکی از محرومترین ملت های حتی در مقایسه با سایر ملل منطقه به حساب بیان مورد نظر قرار بگیره. این اون چیزیست که در مذاکرات و مباحثات مورد نظر نیست. یک پرسش هست حسن عزیز، آقای زرهی گرامی. ببینید دولت کانادا این نگاه رو داره و این موزه رو داره که مورد قدردانی بسیاری از ایرانیان هست، چه اونهایی که در زندان هستن چه اونهایی که در مسیر تامین حقوق بشر در ایران تلاش میکنه. اما از طرف دیگه این هستش که کانادا تسهیلاتی یا امکان این رو هم فراهم کرده، شاید بر اساس قوانین هست یا حتما بر اساس قوانین، که یک عده زیادی از همونایی که حقوق بشر رو در ایران نقض میکنن در حکومت دست دارن یا دست داشتن یا هر چه که هست، اینها وارد کانادا بشن و حتی به مرور شهروند کانادا بشن به اعتبار سرمایه گذاری که میکنن. البته گفتن نیست که کانادا درش باز هست، در این کشور به روی همه به نحوی باز هست که همه امکانات در اختیار همگان هست، همون که بسیاری به مقامات بالا و والای رسیدن از جمله آقای دکتر رضا مریدی که به نمایندگی مجلس اونتاریو رسید و الان از سمت‌های بالایی نیز برخوردارن که همه ما متاسف در از دست دادن فرزند جوانشون. بسیار جامعه ایرانی رو در آمریکای شمالی و هر جای دنیا متاثر کرد و ما هم در این قبل سهیم و شریک و تسلیت می‌گیم خدمت ایشون. اما در کنار برمیگردیم به اون پرسش اولی آقای زری، چجوری مثلا آقای خاوری یا بقیه کسانی که دست دارن در اقدامات ضد بشری در ایران، هواشون برقشون در کانادا است. به قول معروف در هر سبدی یک سیب گندیدن میشه پیدا کرد. شاید بیشتر خربوزه و هندونه. بفرمایید. من مثال اینجایی را زدم خدمت رو عرض کنم. خب این یک مخاطره با خودش خواهد آورد، مخاطره بزرگی رو با خودش خواهد آورد اگه ما بگیم که دولت کانادا برای پذیرش مهاجران و پناهندگان قوانین سفت و سختری رو تصویب کنه. اتفاق خلافش در اینجا هم کوششگران ایرانی و هم مدافعان حقوق پناهندگان و مهاجرین کوشش میکنن که این قوانین سخت‌تر نشه و به دولت آقای هارپر و وزارت مهاجرتش که گاه در سختگیری این
قوانین میکوشه معترضن. دلیلم داره، با اون اینه که به دلیل اون سیب آلوده یا هر چیزی که عرض کردم خدمتتون، نمیشود مانع شد از ورود آدم هایی که گاه جان و جهانشون در خطر در حکومت های مثل حکومت جمهوری اسلامی در مملکت ما. برای همینه که من فکر میکنم خب اتفاقات در امریکا شما کم سازمان ها و گروه ها و افرادی رو پیدا که امریکا که به مراتب بسیار سخیرتر از کانادا عمل کرده، در همین یکی دو ماه گذشته چند شرکت که چندین میلیون دلار پول گروه های خیریه به نام بچه ها و دیگر گروه های اجتماعی جمع میکردن و به جمهوری اسلامی میفرستن و نقض میکردن اون به اصطلاح مبادلات پولی میان امریکا و ایران رو کشف دادن. اینه که به نظرم تقریبا اجتناب ناپذیره که در میان آدم هایی که به حق باید به عنوان مهاجر و پناهنده بیاییم، آدم هایی هم باشن که خب شباهت داشته باشن با آقای خاوری. آقای زرهی، گویی فردا یا امروز هست، امروز در مجلس کانادا، امروز دوشنبه، مجلس اونتاریو، بخشی درباره نقض حقوق بشر در ایران یا وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت میشه. درسته. یکی از دانشجویان سابق آقای زارعزاده، حتما شما میشناسین، ایشون هم قراره از سوی این سازمان حقوق بشری که اینجا درش فعال هستن بره و در مجلس صحبت کنه. اینی که به نظرم میاد خب دولت کانادا همیشه در قیاس با دولت‌های آزاد و غربی و این جهانی دیگه فعال‌تر بوده و حساس‌تر، شاید به دلیل اینکه در اینجا هم ایرانی‌ها، هم رسانه‌های ایرانی و هم ترکیب جمعیت ایرانیان کانادا به گونه ای بوده که همیشه نسبت به مسئله ایران و به ویژه برخورد با جمهوری اسلامی حساسیت دولت رو حفظ کردن و تقویتش کردن، برخلاف جاهای دیگه که این حساسیت ها به شدتی که بود یا به مراقبتی که بیش از این در نظر می اومد الان دیگه نیست متاسفانه. ولی در کانادا خوشبختانه هم جامعه ایرانی، اصلا با مقامهای کانادایی همه با وقت برخورد میکنیم. شما میدونید کانادا تنها کشوریه شاید در جهان که جنایت کشتار زندانیان سیاسی رو به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته، هم پارلمانهای به اصطلاح اونتاریو و کبک و هم دولت کانادا به طور کلی. اینی خب این حرکتایی بوده که در هیچ جای جهان مثال نداره متاسفانه، در حالی که باید جوامع ایرانی در همه جای جهان بکوشن که این شکل از نگاه به اون چه که در جمهوری اسلامی بر سر انسان ایرانی اومده است را عمومی کنن و کشورهای دیگه جهان و پارلمان ها و دولت ها از همین منظر به حکومتی که این همه با انسان بد رفتاری میکنه نگاه کنن. سپاسگزار هستیم آقای حسن زرعی عزیز. بینندگان عزیزی که مایل هستن با نشریه شهروند در تماس باشن یا بخونن مطالب شهروند رو در جریان باشن، طبعا آدرس رو ما داریم روی صفحه تلویزیون، آدرس وبسایت رو. بله، یعنی دسترسی هست بلافاصله آقای زرعی، مطالب شهروند روی سایت خواهد اومد نیست؟ بله، در خدمت شما و هموطنانمون در همه جای جهان هست توی همون نشانی که شما فرمودین شهروند.com. و خیلی تشکر میکنم من از لطفی که شما کردید و به من اجازه دادین با هموطنانم صحبت کنم. اختیارش باعث خوشحالی ما بود و سپاس بسیار از شما و با درود به همه همکاران شما در نشریه شهروند گرامی. با سپاس بسیار آقای حسن زرعی عزیز. قربون شما بنده برمیتون. 4 شهروند عرب ایرانی در خوزستان اعدام شدند. جمهوری اسلامی از برگزاری دادگاهی علنی برای متهمان 4 شهروند ایرانی خودداری کرد و پشت درهای بسته 4 شهروند عرب ایرانی را اعدام کرد. چرا جمهوری اسلامی خودداری کرد از برگزاری دادگاهی علنی اگر مطمئن بود اتهاماتی که بر
آنان وارد ساخته است واقعی است. این پرسش را در میان خواهیم گذاشت در ادامه برنامه با آقای کریم عبدیان، رئیس سازمان حقوق بشر خوزستان. تا لحظاتی دیگر. تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ادامه برنامه آقای کریم عبدیان با من و شما هستن، رئیس سازمان حقوق بشر احواز. سلام به شما آقای عبدیان عزیز. سلام به شما آقای چارلنگی و به بینندگان شما. من یک توضیح رو اینجا بدم. آقای کریم عبدیان مهمان ما بودن در برنامه سرزمین ما که روز شنبه پخش شد و روز چهارشنبه باز پخش خواهد داشت. این برنامه قبل از اجرای حکم اعدام 4 عرب ایرانی در خوزستان ضبط شده، برخلاف برنامه‌ای که اکنون می‌بینید که در روز دوشنبه هستش. بنابراین اگر آقای عبدیان در اون برنامه اشاره‌ای نداشتن به این فاجعه و این اقدام جمهوری اسلامی، بر ایشون یا بر برنامه خورده نگیرید. تکرار می‌کنم، پیش از اجرای احکام اعدام در مورد 4 شهروند عرب ایرانی برنامه ضبط شد و پس از اون پخش شد. برای در این برنامه با من و شما هستن. آقای عبدیان عزیز، پرسش خیلی ساده این هستش که من از بسیار از مهمانان پرسیدم توی ماهای گذشتم که اگر اتهام 4 ایرانی اعدام شده، 4 عرب ایرانی اعدام شده، جمهوری اسلامی اطمینان داشت، چرا دادگاه علنی برگزار نکرد؟ چرا پشت درهای بسته مثل دادگاه های استالین؟ دقیقا آقای چارلنگی، این صحبتیست برای شما، برای بنده، برای مردم ایران و برای مردم جهان مطرح هست که البته این اولین بار نیست. این من باید اضافه کنم که دادگاه این 4 نفر اخیری که اعدام شدن در فلاحی یاشادگان حتی با استانداردهای قبلی خود رژیم اسلام جمهوری اسلامی هم نمیخواند. یعنی که اگر در قبل اجازه میدادن حتی برای 1 ساعت 45 دقیقه، 1 ساعت و نیم مثلا وکیل تسخیری این افراد بره پرونده ها رو نگاه بکنه، در این مورد مشخص آقای چالنگی اجازه ندادن حتی وکیلی اونجا بره و متهمین اتهاماتی که به اینها زده شده صرفاً حرفهای کلیگویی، محاربه با خدا، مفسد و فلعرض و مطلقاً هیچ نوع حضور مفتشین حتی داخلی خارجی نبوده است و این نشان دهنده این است که واقعا جمهوری اسلامی هیچ چیز برای گفتن ندارد. واقعیت امر آقای چارلنگی این هست که این افراد صرفاً فعالان فرهنگی هستند، صرفاً مردمانی هستند که در بهترین شرایط به رژیم میگویند ما اگر ایرانی هستیم و عرب هستیم چرا شما نمیخواید ما مثلا جمع بشیم و از هویت خودمون دفاع کنیم، به زبان خودمون درس بخونیم، شعر بگیم و غیر و زاله. و در شرایط دیگه اصلا اینها مسائل سیاسی مطرح نیست. مثلا شما الان دیدین در اهواز و احتمالا صحبت خواهیم کرد که 20,000 نفر در اثر سموم‌های هوایی مثلا مریض شدن. اگر این مردم اعتراض بکنن به هم اینها همونهایی هستن که اینها رو به جرم تجدید طلبی میگیرن، اعدام میکنن و به قول شما در دادگاهی که مطلقاً معلوم نیست کی مدعی العموم هست و تهمت های اینها بر چه مبنایی هست. بنابراین در جواب سوال شما، رژیم تمام این اعداماتی که میکند مخصوصاً در مناطق حاشیه‌ای، مخصوصاً در مناطقی که خارج از پایتخت هستم
و دور از چشم و دور از نظر رسانه های داخلی، رسانه های بین المللی، دور از چشم سفارتخانه های بین المللی و سازمان های بین المللی که در تهران حضور دارن. ولی این در مناطق حاشیه‌ای، شما آقای چالنگی خوشبختانه بچه اون منطقه هستین و میدونین در فلاحیه، یعنی اینکه اصلا شهر کشاورزان، حالا اسمش رو فارسی کردن شادگان، ولی علل حال مردمین کشاورز این منطقه چه گناهی کردن که فرزندان آنها اعدام بشوند بدون اینکه کسی بداند واقعا چیش، چرا؟ بله آقای عبدیان عزیز، ببینید خب مردم منطقه، عرب‌های ایرانی در جنگ ایران عراق نقش خیلی مهمی ایفا کردن، مرزنشینان در دفاع از ایران و حتی در بعد از ورود عراقی‌ها به بخشی از منطقه، نیروهای صدام حسین چند و چندین عرب ایرانی، من خبر دارم در جریان بودیم که خبرش همون موقع که به دلیل همکاری نکردن یا مقاومت یا هر اسم دیگه‌ای که بر اون بگذاریم در دفاع از ایران اعدام شدن توسط نیروهای صدام حسین. یکی این یک نکته. نکته دوم این که این یک موضوع حساسی است، اعدام 4 شهروند عرب ایرانی در خوزستان با توجه به وضعیت منطقه مسئله تحریک کننده است بدون هیچ تردید. از یک طرف دیگه رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی آقای شمخانی است که خود ایشون هم از عربهای ایرانی است، حالا همبستگیشون همه اونا به کنار، از نظر اینکه امنیت ملی، این امنیت ملی مربوط به جمهوری اسلامی هست، حتی در همین زمینه ایشون هم ما نمیبینیم واکنشی نشون داده باشه. یعنی بیاد بگه آقا این کار از نظر امنیت ملی به هر حال در خطره، مگر اینکه همون امنیت ملی جمهوری اسلامی است که یه چیز دیگه است، با امنیت ملی ایران فرق میکنه. بله بله، این سیاست یک سیستم هست، به نظر بنده هیچ مهم نیست یک سیستمی، یک نظامی اونجا هست که دیکتاتوریست که و احیانا یک کسی مثل حالا یک عربی مثل شمخانی، یک دور بختیاری مثل محسن رضایی که البته اون بیشتر قدرت دارد، یا کسای دیگه اصولا مطرح نیستن اینها. و در مورد شمخانی شما به درستی میگویید که اصولا نه عکس العملی هست و حتی این به رفقا و دوستان خودش در نظام نمیگوید که این عکس العمل بد خواهد داشت. خب این مردم که میبینن برای هر نوع اعتراضی اینها را اعدام میکنن، چگونه خود رو جزئی از این سیستم و این حکومت از این کشور بداند؟ من یک خبر دیگه برای اولین بار در تلویزیون ایران فردا بگم. آقای چالنگی، بعد از اعدام آقای قاضی عباسی، عبدالرضا خنافره، عبدالامیر و جاسم مقدم، امروز یعنی دیروز 2 از 11 که باز حکم اعدام آنها صادر شده و به تایید تهران رسیده است، 2 از اینها که هر دو دبیر هستند، دبیرهای شیمی منطقه خلف‌آباد یا خلفیه، الان اسمشو داشتم رامشیر، به عنوان آقای هاشم شعبانی و هادی راشدی، دیروز اینها را به همون منوال از زندانها بیرون آوردن و اینها احتمال اعدامشون بسیار زیاده به دلیل اینکه ما سازمان حقوق بشر احواد و سازمان‌های حقوق بشر دیگر در ایران و خارج از ایران این رو دنبال میکنه. این روند رو که افراد رو برای چند روز نابود میشوند، یعنی ناپدید میشوند از زندانها، آن وقت در زندان کارون نیستند، در زندان چهارشیر نیستند، در زندان کیان پارس نیستند، در زندانهای دیگه نیستند و خانواده اینها هیچ اطلاعی ندارن. بعد یک مرتبه میبینین که باز در بهترین شرایط، بله، و این 2 که
بعداً اگر خواستی من در مورد 11 نفر توضیح خواهم داد که اینها جزو سازمانی هستند به نام الحوار که یک انجیو دولتی هست، یعنی مجوز دولتی دارن و بنابراین علاوه بر 4 نفر آقای عباسی و خنافر و برادران مجدد، آقای هادی راشدی و هاشم شعبانی جانشان در خطر هست. خب آقای عبدیانی کوتاه بفهمم، ممنون میشم، چه اقدامی سازمان حقوق بشر اهواز انجام داده الان در واشنگتن؟ شما چه اقدامی انجام میدید برای که تا اونجایی که میتونید یعنی جلوگیری بشه از اعدام این دو شهروند دیگه عرب؟ بله، سازمان حقوق بشر به محض اینکه از داخل خبر اومد و این خبر از داخل از خانواده آنها به بی بی سی، اولین خبر رو بی بی سی اعلام کرد که این 4 نفر بنا به گفته خانواده های اینها که حکومت به اینها گفتند که آنها را خواستند و گفتند که بچه های شما اعدام شدن، آن وقت بعد یک بار به این خانواده گفتند بچه هاتون رو دفن کردیم ولی نگفتند در کدوم مقبره و هنوز هم نمیگویند در کدوم مقبره. به هر حال بعد از اینکه این خبر تایید شد از طرف خانواده اینها، ولی حکومت تا به امروز هم اعلام رسمی نکرده است. مع ذلک سازمان حقوق بشر اهواز طبق معمول با سازمان‌های بین‌المللی و از جمله سازمان ملل تماس گرفت، نامه ما فرستادیم به 8 زبان انگلیسی، فارسی و عربی به تمام سازمان‌های حقوق بشر دنیا، به سازمان ملل، به وزارت امور خارجه آمریکا، به کنگره آمریکا، به پارلمان اروپا و به کشورهای اسلامی و عربی و کشورهای منطقه و به سازمانهای حقوق بشر ایرانی در خارج و آنها را به آنها اطلاع دادیم. یک چندین مصاحبه مطبوعاتی در هفته گذشته بنده و همکارانم در سازمان حقوق بشر اهواز انجام دادیم. در رسانه‌های گروهی خارج از کشور به زبان فارسی از ما خواستن و ما هم دادیم. در اکثر وبسایت‌های ایرانی ما نوشتیم و بنابراین یک کمپینی رو برای نجات بقیه، گفتم آقای شعبانی و راشدی هم داریم انجام میدیم. به واشنگتن پست بنده نامه نوشتم و از آنها خواستم که این رو منعکس بکنن و این کمپین رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزار هستیم آقای کریم عبدیان عزیز، با سپاس بسیار از شما و امیدواریم روزی نه چندان دور در تمام جهان از جمله ایران حکم اعدام ور بیفته و اگر کسی هم متهم هست در دادگاه علنی برخوردار از حقوق انسانی خودش مورد محاکمه قرار بگیره. آمین. و با داشتن حق وکیل و دادگاهی علنی. آمین. عبدیان عزیز سپاسگزار هستیم، با شما عزیزان خواهیم بود در ادامه تفسیر خبر تا لحظاتی دیگر. می‌گیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، با شما عزیزان خواهم در ادامه برنامه. آقای فرد صابری فعال سیاسی با من و شما هستند در استکهلم سوئد. سلام فرد عزیز. سلام جناب چالنگی، سلام خدمت شما، به دوستان شما و همکارانتون، به تمام بینندگان و شنوندگانی که در هر جای دنیا هستن ما رو میشنون و میبینن. آقای صابری عزیز، ببینید فردا سه شنبه 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر هست که در سال 1948 در واقع این روز نامگذاری شد یا تصویب شد در سازمان ملل.
سوئد یکی از کشورهایی است که همیشه نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر داشته در همه کشورهای جهان. در زمان محمد رضا شاه پهلوی حکومت پادشاهی در ایران یکی از دولت‌های همیشه معترض به نقض حقوق بشر اگر بود یا نبود در ایران دولت وقت سوئد بود. اما در حال حاضر می‌بینیم صدای چندان شنوایی از استکهلم بر نمیخیزه در برابر نقض مستمر حقوق بشر در ایران. 4 عرب ایرانی اعدام شدن، 15 نفر 2 روز پیش در کرمانشاه اعدام شدن، بیش از 10 شهروند کرد ایرانی در انتظار اعدام هستن، انتظاری که نیست، یعنی محکوم شدن به اعدام که امیدوارم اعدام نشن، و بسیار دیگه در کرمان، در سیستان، بلوچستان اعدام شدن و روند اعدام ها در دولت آقای همزمان با دولت حجت الاسلام روحانی افزایش پیدا کرد. ولی از سوئد خبری نیست. چرا؟ برید جناب چلنگی، همونطور که جناب عالی مستحضر هستین در مورد مسئله حقوق بشر بعد از مسئله گفتگوهای 5+1 با ایران یه سری مشکلات این وسط شد. اینه که کسی در مورد مسئله حقوق بشر چیزی نیده که در این قرارداد باشه، که بارها شما شنیدید از سران کسایی که مذاکره میکردن صحبتی از حقوق بشر به میان نیاوردن. ولی خانم سوزان رایس من دیدم که چند روز پیش در اولین اجلاس سالانه حقوق بشر تو واشنگتن سخنرانی کردن، به حاکمان کشورهای سوریه، ایران، کره شمالی، سودان و در موردشون صحبت کردن که نقض حقوق بشر در اونجا میشه. حال چرا سوئد این کار نمی کنه؟ سوئد ببینین جز 5+1 نیست، ولی مشکلاتی که اتحادیه اروپا در حال حاضر داره بعد از مسئله سوریه، سوریه بسیار پررنگ هستش در صحبت ها در داخل اروپا و بیشتر مسئله حقوق بشر در سوریه هستش. بیشتر 120 هزار نفر آدم بچه سلاخی شده در سوریه و اینها همه دست به دست هم دادن که مسئله حقوق بشر در ایران کمرنگ بشه. اینا این یکی از دلایل اصلیش هستش که بسیار در مورد ایران زیاد صحبت نمی کنن مسئله گذشته، ولی دولت سوئد کماکان سر مسئله حقوق بشر بسیار اکتیف هستش، یعنی بسیار فشرده کار میکنه مسئله و در موردش هم بارها اعلامیه داده، صحبت کرده در سازمان ملل، کلی ایران محکوم کرده سر این مسئله و محکم هم سر مسئله حقوق بشر وایستاده. ببینید آقای صابری، به تازگی کمتر از یک ماه پیش بود یک هیئت سوئدی در تهران با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ملاقات کرد، با چند تن از لاریجانی های حاکم در ایران، از جمله با لاریجانی مسئول سازمان حقوق بشر در نظام قضایی جمهوری اسلامی، در نظام قضایی که اون یکی برادر لاریجانی رئیسش هست، با اونام صحبت کرد. و جالب بود که این شخصیت سوئدی رئیس هیئت بعدن گفتش که من این سفر رو اومدیم و میخوام با نظام قضایی، به اصطلاح دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که چجور قضاوت میکنن چجور قضاوت نمیکنن، و با این سیستم آشنا بشیم. یک بسیار حیرت آوره، بعد 30 چند سال کشوری مثل سوئد تازه میخواد با سیستم قضایی جمهوری اسلامی آشنا بشه. ببینید جناب شرنگیز، من بعد اینی که میفرمایید در مورد سوریه مشغول هستن، البته شما سخنگوی دولت سوئد نیستین، من به عنوان یک ناظر از شما میپرسم که ریشه های مسائل و منافع اقتصادی نیستش که سایه انداخته بر مسئله نقض حقوق بشر در ایران؟ ببینید جناب شرنگیز، خیلی چیزا دست به دست هم داده، فقط اون نیستش. ببینید ما بارها با دولت سوئد، چی دولتی که الان سر کار هستش که حزب خودم هم ائتلافی هست تو اونجا که بسیار سر مسئله حقوق بشر حزب من کار میکنه، سر مسئله حقوق بشر مخصوصا در مورد ایران، اصلا در کل در مورد این سه کشور، تا کشوری که خانم سوزان رایس هم
بهش اشاره کرده اینا، همیشه ما گفتیم که آقا شهرت این نظام در قوه قضایی این نظامه. اگه بتونه اتحادیه اروپا و دولت‌های غربی اگر ملاها را از قوه قضایی بیرون بکنه، اون موقع است که میتونه یه جواب مثبتی در مورد ایران یا کشورهای همسایه بگیره. اینا ببینید مشکل اساسی گفتم بهتون، یه عایق این وسط گذاشتن، عایق 6 ماهه که شما هم مستحضر هستین، یعنی این گفتگوی که بینا 6 ماه وقت دادن، این عایق وسط این کار بیشتر خودشو مستقر کرده روی مسئله اتمی و مسئله حقوق بشر و چیزهای دیگر و مسائل دیگر رو جانبی کرده. اینا متاسفانه ما ایرانی ها هستیم که بارها باید دولت‌های مختلف رو متذکر بشیم بهشون که آقا حقوق بشر مسئله اساسی شما. ببینین آقای، ما بارها گفتم تا همین مدت کوتاه گفتیم آقا، آقای روحانی از روزی که سر کار اومده تا امروز بیشتر تا همین موقع زمان گذشته، یعنی زمان آقای احمدی‌نژاد، بیشتر کشتار شده. اینا این چیه؟ چرا کسی اعتراض نمی‌کنه به این مسئله؟ و به ماها همیشه میگن که آره ما تو جریانش هستیم و به ما خبر رسیده، به ما دائم داره تذکر میدیم به ایران، دائم داره انتقاد میکنیم اینا. آیا انتقاد کردن از جمهوری اسلامی کافی است؟ نه، من فکر نمیکنم. من فکر میکنم جناب چالنگی، این ماها هستیم که باید یک صدا سر مسئله حقوق بشر، باید فشار بیاریم به دولت‌های مختلف، مثلا روز جهانی حقوق بشر بذاریم که همه با هم دیگه در هر جای دنیا هستیم صدای این کشتار به گوش جهانیان برسونیم، که لااقل اونم بیاد مثلا مسئله اتمی در مرکز قرار بگیره، نه اینکه مسئله حقوق بشر گوشه باشه و کسی اعتنا بهش نکنه. اینا مشکلاتی هست که متاسفانه این عایقی که 5 به اضافه 1 گذاشتم برای این 6 ماه که من اسمشو گذاشتم عایق، که این دو سیمی که با هم دیگه در حال اتصال بودن، یعنی از یک سو سعودی ها و اسرائیلی ها و مصری ها یک طرف، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و یارانش مثل سوریه و عراق و کسای دیگه که به هر حال اونجا هستن، که این دو سیم با هم دیگه در حال نزدیک شدن و اتصال کردن بود، 5 به اضافه 1 عایقی، یعنی در سرش دولت ایالات متحده آمریکا یه عایقی این وسط گذاشت که اون عایق باعث بشه که این بتونن در عرض 6 ماه مشکل حل بکنن. آیا مثلا سوال ما البته در مورد سوئد بود که شاید مسئله مالی و تجاری و اقتصادی سایه انداخته بر این موضوع نگاه استکهلم به نقض حقوق بشر در ایران. حتما به مسئله اتمی خواهیم رسید، ولی فرد عزیز درباره این هیئت سوئدی گفتیم که اسم رئیس هیئت خیلی سوئدی بود، اسم من یادم نمونده، همچون یاد هیئتی افتادیم که همراه ناصرالدین شاه به فرنگ رفته بود. یکی از اعضا و همراهان در برای پسرش مکتوباتی داره، یادداشتهایی که چاپ شده سالهاست در ایران، سالها پیش از انقلاب چاپ شده، و نوشته بود که اسم پسرش جلال الدوله است، که جلال الدوله ما رو مثلا بردن اینجا رو نشون دادن، اونجا رو نشون دادن، این کاخ اون کاخ، جای دیدنی پاریس رو، ولی جایش هست راجب همین مسئله شکنجه و اعدام و اینا که جلال الدوله ما رو در یک از این روزها بردن و گیوتین رو بشونش. اما در روزی که ما گیوتین رو زیارت کردیم اینطور نمیشنن، این ماها بود از کار افتاده بود، چرا که جلادی که بود فوت کرده بود، بچه در شهر بانگ میزنن، جار میزنن، کسی داوطلب این شغل نبود. این جملهش یاد من مونده دقیقا همیشه، که اما ای جلال الدوله، این مال زمان قاجاره، که ما چه کنیم که در ممالک محروسه جلاد بر سر کار است و صدها تن در کار جلاد، یعنی صدها نفر جلاد داره کارش انجام میده، جلادیشون، و صدها نفر هم دارن زیراب جلاد رو میزنن که برن جاشو بگیرن. زمان قاجار بود، به این دوره های مربوط میشین نمیشه، من نمیدونم، بینندگان بهتر میدونم، بازشون تشخیص خواهند داد.
از نزدیک در جریان است. اما یک نکته آقای فرد عزیز، جمهوری اسلامی به نظر میرسه فقط این ور نیست، در اون ورم خودش تحرکی در دیپلماسیش به وجود آورده، نه تنها لبخند و گاه بیشتر از لبخند در برابر غرب، اونطور که در تصاویری هم از آقای جلیلی ببخشید آقای ظریف میبینیم، بلکه در برابر کشورهای عرب خلیج فارس هم سفرهای ایشون داشتن، یکی از لاریجانی ها باز ایشون رفته به عمان و جای مختلف، یک سیاست جدید، یک لبخند در برابر اعراب و در برابر اغراب یعنی غربی ها، این رو چطور توصیف تفسیر میکنید؟ ببینید جناب چالنگی، من یه ویدیویی دیشب دیدم آقای حسن دایی گذاشته بودن و بسیار جالب بود و همه چیز توش نهفته بود. ببینید تا الان که با هم دیگه صحبت میکنیم، غرب داره سعی میکنه سیاست هایی که تو این مدت، یعنی تو این 34-35 سالی که گذاشته، بتونه اینو رفتریستش بکنه، یعنی بهترش بکنه این سیاستو. این سیاست سیاستیه که از نظر من، شخص من فکر میکنم سیاستیه که شکست خورده، سیاستیه که شما نگاه بکنین اینا دنبال کمربند سبز بودن، کمربند سیاه در اومد از آب، یعنی اومدن کمونیست از بین ببرن، تروریست رو به جاش آوردن سر کار، از طرف دیگه اومدن بهار عربی درست کنن، خزان عربی شد، و الان هم اومدن مسئله اتمی ایران حل بکنن. امیدوارم که مسئله اتمی ایران به فروپاشی ایران یا جدا شدن قسمتی از ایران نشه. من فقط نگرانی من به دوستای خودم هم گفتم، چون ببینین وقتی صحبتی که آقای ظریف میاد گستاخانه میشینه میگه من میخوام برم سر مسئله ابو موسی مذاکره بکنم، من سوال من از آقای ظریف اینه، آقای ظریف روی ناموس خودش که آدم نمیره که مذاکره بکنه، خاک ایران، ما مذاکره ای نداریم روی خاک ایران که با بریم با کشورهای عربی صحبت بکنیم. الانم دوباره دیشب من شنیدم که آقای جکسترو داره میرن ایران، خدا به داد مردم ایران برسه که ایشون میخواد بره پارلمان، حالا چه فشاری میخواد بیاره، به چه شکل چیکار میخوام بکنم پشت پرده ما نمیدونم. متاسفانه کاراشون شفاف نیست، شفافیتی هم کم و بیشی که ما داریم میبینیم مقدار شفافیت از طرف ایالات متحده آمریکاست که این قرارداد رو گذاشتن رو سایتاشون که میتونن مردم بخونن، داخل ایران که اینا چیزی نمیگن. من ببینید آقای راحت بگم، آقای چالنگی عزیز، متاسفانه سیاست امروز مثل پوکر باز شده، اینا دیگه پوکر بسته کسی بازی نمیکنه، یعنی همه چی شفافه، یعنی عملا همه داره میگن که آقا ما سهم خودمونی میخوایم. شما صحبت الان از سوئد کردین، گفتین که آیا منافع اقتصادی داره، مسلما سوئد هم منافع اقتصادی خودش داره، همه کشورها منافع اقتصادی و منافع استراتژیک خودش داره، تئوری های مختلف هستش که آیا چین به طرف ببخشین ایران به طرف چینی شدن میره یا به طرف روسیه شدن میره، اینا همه بحثایی هست که الان داره رخ میده اینا، که من البته فکر نمی کنم ایران هیچ موقع به طرف چینی شدن بره، خاطر این که ایران اون کنفوسیوس چینی شدن نداره اینا و اون دیسیپلین چینی رو نداره اینا، بیشتر به طرف روسیه شدن میره اینا، یا این که آلترناتیوی دوم متاسفانه میشه که دولت جمهوری اسلامی از پایین میپوکه و میپاشه، چون به خاطر اینکه دولت‌های یا نظام‌های دیکتاتوری ایدئولوژی اونم به سبک مذهبیش متاسفانه باید بگم که ترک نمیخوره، میشکنه، مثل شیشه است و میشکنه اینا، و من فکر میکنم که ما در این دو تا آلترناتیو قرار داریم. اینا گرفتاری اساسی غرب اینه که مردم ایرانو اصلا توجه نمی کنن، بیشتر میخوان با سران این رژیم صحبت بکنن، با این نظام میخوان صحبت بکنن، هیچ موقع نیومدن از مردم بپرسن که مردم میخوان. شما الان خودتون به واضح گفتین اینا، این همه آدم داره قتل عام میشه تو ایران، این همه داره آدم داره. ببینید مسئله ما این سیاست رو گفتیم، این سیاست
خارجی جدید رو. اما آقای فرد صابری عزیز اگه لطف کنید کوتاه بفرمایید، ببینید من چند خبر اینجا دارم. یکی توقف کار به طور کامل هست به شکلی در هفتپه. کارگران نیشکر هفتپه سال هاست ماه هاست که حقوقشون نگرفتن، برخیشون بسیارشون برای کار فعلا متوقف شده. یکی هست اشتباهات پزشکی در ایران هست در حد فاجعه. اینو عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خود شورای اسلامی گفته. آقای ببخشید شهلا میرگلوی یا گلوی شهلا میرگلوی بیات فامید این خانم این هست، من میبخشید پوزش میخوام ازشون اگر اشتباه تلفظ کردم. ایشون گفته حتی عمل اشتباه چشم به جای چشم چپ اومدن چشم راست رو گذاشتن و بسیار فاجعه آمیز و خیلی 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 اشتباهات پزشکی رو برشمردن. حالا این همه چیزا هست، این همه مشکلات هست، بعد یک مرتبه در تلویزیون صدا و سیمای ولایت فقیه از کنم خدمت تو آکادمی مداحی را انداخته میشه. من سالها از ایران دور بودم، شما هم همینجور. وقتی اینها رو کنار هم قرار میدید چه تصویری برای شما هست؟ این نظام داره در چه مسیری میده؟ آیا ارتباطی به حل مسائل مردم ایران تحت قلمرو حکومتی ولایت فقیه داره؟ میبینید نشونه های برای حل مسائل مردم ایران در همین دولتی که 100 روز بیشتر گذشته از کارش. من متاسفانه رای حلی نمیبینم. آقای روحانی سعی میکنن که صحبت از اعتدال بکنن و بیان جلو بیان صحبت بکنن اینا، ولی متاسفانه من فکر نمی کنم که این دولت یا این نظام اصلا در کل به فکر مردم باشه. آقای چالنگی اتفاقاتی تو ایران داره میفته، روزانه خبرش این ور اون ور، خودشون میگن، نه اینکه ماها میگیم از این ور، خودشون داره میگن. یعنی فاجعه‌ای داره در ایران رخ میده که معلوم نیست که این فاجعه رو به چه شکل باید از بین برد. اینا شما فاجعه های بسیار زیادی هستش، فقری که در ایران وجود داره، تمام مشکلات اقتصادی رو شما نگاه بکنید، فساد اداری رو شما نگاه بکنید. خود آقای روحانی اومدن صحبت از 800 میلیارد آقای احمدی نژاد کردن، در صورتی که خود آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملی کشور بوده. چجوری میشه که شما اون زمان که خودت سر کار بودی آقای روحانی نمیدونستی، یک مرتبه فهمیدی که 800 میلیارد تا ایشون نفت فروخته، بعدش هم نمیدونم 600 700 میلیارد تومان هم در اون دوره‌ای که آقای احمدی نژاد بوده که ایشون رئیس شورای امنیت نبوده بوده. ایشون چرا دیگه، ایشون دفتر آقای خامنه‌ای مجمع تشخیص مستعد بودن در کشور، در نظام بودن یکی از سمت. بله بفهمید. بله یعنی ببینید حتی در حصر خانگی آقای کهروبی با آقای اینا شفاف نمیان اینا رو بگن. حصر خانگی آقای موسوی آقای کهروبی هم خود آقای بدون امضای آقای روحانی نمیشد اینا این کارو بکنن، بخاطر اینکه اون بالاترین مرجع این کار بوده. ببینید آقای چالنگی، من یه کوتاه قبل از اینکه تموم بشه خدمت شما بگم. ببینید شما هر نظامی رو که ببینین وقتی به یه جایی گیر میکنه دست خودش رو طرف مردمان خودش دراز میکنه، نه به طرف خارجی. شما جامعه ایرانی چی در داخل به چی در خارج، بیش از شما 4-5 میلیون ایرانی در خارج از کشور دارید. اینا میتونن دستشون رو به طرف ایرانی خارج از کشور دراز بکنن. جمهوری اسلامی ببینید نمیگن، گفته نمیشه که ما دستمون رو دراز کردیم. مدعی هستن که ما در ژنو پیروز شدیم، مدعی هستن. خب این چه اشکال داره؟ میگه ما میخوایم روابطمون رو با دنیای غرب بدون تنش بکنیم، میخوایم عادی بکنیم این روابط. این اشکالش کجاست؟ خیلی کوتاه بفهم. اشکالش اینه که شما باید مردم رو با خودشون داشته باشین در وهله اول، باید با مردم خودت یک آشتی ملی انجام بدی، بعد تا دستت رو طرف غرب بکنی. غرب که نمیتونه، شما هر چقدر بخوایی
از یک کشور دیگه کمک بگیری نمیتونه اون کمک به تو بکنه، به دلیلی که اولین کسی که باید به کمک بکنه مردم خودته. شما وقتی ایرانی ها با تو آشتی نمی کنن، شما چجوری دست به طرف غرب میبری؟ فوقش هم غرب هم این کارو بکنه چه اتفاقی میفته؟ جز تیکه پاره شدن کشور ما دیگه چیز دیگری وجود نداره، که چون هر کشوری منافع خودش میخواد، کسی برای منافع کسی دیگه نمیاد اینجا بجنگه. اینا این مشکل. یک دقیقه وقت دارید از وقتمون مونده فرد عزیز. اینی که میفرمایید نمیتونه کمک کنه، چرا نمیتونه؟ اگه تحریم ها برداشته بشه آیا کمک نیست به ایران؟ آیا پرسش شاید این باشه که این کمک ها بعد به کجا خواهد رفت؟ آیا همش به دست مردم خواهد رسید یا نه؟ ولی به هر حال کمک هست یا نیست؟ یک دقیقه کمتر. ببینید آقای، تنها کاری که میتونه بکنه این غرب یعنی جلوی جنگ رو بگیره. سر و سفره مردم نه، هیچ کمکی به مردم نخواهد شد، از فساد کم نخواهد شد، از بیماری معتادی و تمام این چیزهایی که الان صحبت کردیم کم نخواهد شد، بلکه بیشتر هم خواهد شد. من فکر میکنم اینا فقط این تعاملی که میخوام بکنن به خاطر اینکه جیبای خودشون بیشتر پر بکنن. این نظر من هستش. سپاسگزارم آقای فرد صابری و امیدواریم در برنامه‌های آینده دلایلی رو که این نظر رو اثبات میکنه با من و بینندگان در میون حتما خواهید گذاشت. فرد شخصی نیست که بدون دلیل رو صحبت بکنی یا حرفی و نظری رو ارائه بده. سپاس بسیار از شما. خواهش میکنم روز خوبی داشته باشید. نباشید. سپاسی مجدد از آقای حسن زرهی و همینطور از آقای کریم عبدیان. کم کم به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسه. اون تکرم که از همراهان ناصرالدین شاه من آوردم میشه اشاره کرده، کسانی که به تماشای اعدام میره، آیا کسانی هستن که مایلن اونها جایگزین کسی بشن که طناب اعدام رو میکشن؟ نباید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، او را ماناد، کوساران دراک و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.